سلام من مجیدم مربی تنیسم و با گوهر زندگی میکنم با کاکام مشکل دارم و یه پراید سبز دو رنگ دارم از شیرازم اومدم بردن آخر مسابقه که مسابقه تموم میشه به نظر من هر کسی بیشتر بخنده بیشتر زندگی کرده این جمله قصاری بود که من در ذهن داشتم و میتونم برای مردم بگم اگه خندیدین رای بدین اگه نخندیدین رای بدین سینما کم دنبال کنید سلام من مجیدم با کاکام مشکل دارم و یه پراید سبز دو رنگ دارم رابطه یه من و کاکام کار دو چاقوه خط خطی یعنی اگه میشد رابطه رو با صدا توصیف کرد رابطه منوکاکام کاکام انگار صدای کشتن چنگار رو باش وچه اشتراک ما اختلاف رقابت حسادت و کسافته موضوع بحثای ما تزاده یعنی مهم نیست که کی داره درباره چی صحبت میکنه اون یکی مخالفه حتی اگه تا قبل از اون لحظه کل عمرش عمیقا قلبا وجدانا ناموسا با اون قضیه موافق بوده باشه اختلاف ما انقدر شدیده که تو مکالمه هامون از یه آرای ادبی استفاده میکنیم به نام جملات انتهاری. جملات انتحاری میدونید چیه جملات انتهاری که تو شیرازم خیلی کاربرد داره مثل فوشه فقط فرقش اینه که تو جملات انتحاری برای توهین به مخاطب مورد نظر خودت هم فدا میکنی اینه من توف میکنم تو کلوی که میخوای بذاری سر من تو اگه خری من از تو خرترم تو اگه دوزی من از تو دوسترم یه لغتیت میزنم که هیچ پدرخری به کره خریش نزد به اینا میگن جملات انتحاری یا خودزنی ادبی رابطه من و کاکام پر از این جملات گه هر بار البته اختلاف ما فقط کلامی نیست و در عمل هم برای ضربه زدن به هم همچین فداکاری میکنیم مثلا یه بار موقع نهار بود مامانم گفت سالات میخورین یا ماسخیا قبل از اینکه مامانم این سوال رو بپرسه کاکام داشت میگفت کاش یه سالادی داشتیم با استنبالی رو میخوردیم منم هم رو همین حساب گفتم مامان ما سالات میخوریم که یه لحظه این تفاهم به وجود اومده برامون غریب به نظر رسید یهو کاکام تقیان کرد من گو خوردم با تو خیار میخوریم منم چون میدونستم کاکام سالا عوض کردی گفتم ها خیار میخوریم یا یعنی یه دفعه دیگه باز موقع نهار بود غذا یه کمی کم بود که کم باشه یه کمی زیادی دقیق به اندازه بود یعنی اگه هر کسی سهم خودش رو میخورد همه چی به خیر میگذشت ولی اگه یکی یک کمی زیاده روی میکرد اون یکی سیرش نمیشد من این مدتی بود رژیم گرفته بودم موقع تقسیم غذا شد من بشخواب اما جلو کاکام انگو کفتاری که در کمین کفتره زل زده بود به کف کفگی که در صورت بروز هر گونه کم و زیاد کله کنه و کفرات خودش به همه نشون بده برخلاف انتظار من به خاطر رژیمی که داشتم گفتم این زیاده یه کمی کمتر بده کاکام که منتظر بود همی هم کبته ما به صورت پیشفرد زیاد جرمان میشه البته میز غذا هم بی تأثیر نیست من احساس میکنم اصل دعوامون به خاطر این میز غذا هست به نظر من اون چیزی که بنیاد خونواده ها رو ضعیف میکنه ماهواره نیست میز غذا هست به خاطر همین هم هست که بابام نمیبرتمون رستوران البته بابام میدونه رستوران گرونه ولی بیشتر به خاطر همونه و برای حفاظت فیزیکی از اعضا آبرو و بنیاد خانواده نمیبرتمون بعد یه چیز دیگه هم که من متوجه شدم اینه که شدت دعوا با کیفیت و نوع غذای روی میز یه رابطه عجیب و مستقیمی داره یعنی اگه غذا خوب بود جر بالا میگیره اگه سالات بود وا ویلا چلمپلو و مصیبت بس سر تهدید که باشه هر کی کم و زیاد بکنه خونش پای خودشه اگه تحجیم که بود دیگه نصر نه الله و هن غریب اینجا سر میزه منو کاکام با همدیگه شوخی نداریم اینجا سر میزه یعنی جایی که هر تهدیگی باعث حصه اینجا سر میز با خورت و خورده نشی نونی بکشش کف موتباو که تشیل ها ایتاو واقعا سر میز همه چیز باعث واسه تحریکه به طوری که کوچکترین بیعدالتی بزرگترین مکافات به خودش داره من بعض وقتها فکر میکنم اگه میز دادستانیا هم انگار میز غذای ما بود دیگه کس جرأت نمی که دوزی کنه علکی نیست که سر میزه ما اینقدر سر میز دقیقیم که اگه یه صاحب نظری بیاد ببینتمون به همون مهندسی افتخاری کنترل کمی میده کباب سر میز ما با دقت مثبت و منفی نیم میکرون تقسیم میشه پلو با دقت مثبت و منفی پنج تا دو دونه کم و زیاد در کفگیر حساب میشه نوشابه حبابوی روش هم حساب میکنیم کتلت مساحت روش حساب میکنیم ضرب در زخامتش میکنیم بعد توی ماتریکس تقسیم عراضی کتلتی سهم سه هر کسی مشخص میشه سالاد سالاد چون وسیله خاصی برای اندازه گیریش نداریم حتما سرش جرمون میشه. البته این عدالت سر میزی فقط مربوط به غذا نیست و مساحت سطح میزم شامل میشه جای پای زیر میزم حساب میشه پات نباید برو بر او برتر جر میشه صندلی جلو تلویزیونم به عنوان اوکازیون ترین قسمت میز قبلا سرش دوئل میکردیم بعد بابام فهمید خیلی خطرناکه کلا ورش داشت الان میمون که میاد خونه ما میگه خدا وکیل چرا اینا های جوری هم. چون ما موقعی غذا خوردن روشن میکنیم ولی هممون پشت به تلویزیونیم یه کمی گردنمون درد میگیره ولی به نفع هم است این عدالت سرمیزی شاید یه کمی زندگی من کاکامو سخت در کرده باشه ولی آدم باید زرنگ باشه و هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل کنه مثلا من خودم یه استراتژی چیدم برای مواقعی که تو اتاقم نمیخوام برم سر میز ولی نمیخوام سهمم از کاکام کمتر بشه این سیستم بر اساس لحن و اکتاب صدای کاکام کار میکنه اینجوریه که مامانم بعد یه تصویر داشته باشین این خطر رو بینید. این مامانمه این منم تو اتاق این کاکام که انگار کفتاری که در کمین کفتره داره به دست مامانم نگاه میکنه مامانم میگه مجید نمی سر میز خودت برم میکشی خود چقدر بکشم اقدر که صدای کاکام در بیاد یعنی چقدر بکشته و بگم کفگیر رو اول میکشه بسه یک کم دیگه بکش یک کفگیر دیگه «کاکام، این خود نمون برای من مامان یک کم دیگه بکش یک کم دیگه بکش میاد کفگیر بعدی رو بکشه به خدا قسم ای یه دونه برنج دیگه افتاد تو باش خب با پا میرم تو غذا که نه خودم بخورم نه خودم بتونم بخورم نه خودش مامان بسته بسته مامان کاکام یه کمی آدم منفیه یعنی یه کمی زیادی منفیه یعنی یه کمی خیلی منفی یعنی منفی ترین آدمیه که من تو کل زندگیم دیدم یعنی اقدر آدم منفیه که اگه در منفی هم ضربش کنی بازم منفی میشه یه بار در یخچال باز کرد همه چی داشتیم همه چی میوه آب میوه شکلات حتی سالاد و تعدیق هم دوشتی. در یخچال باز کن توف توی زندگی توف توی یخچالی که توش آناناس نباشه خدا ما چقدر بدبختیم آناناس می اینجا پورتوریکوه می اینجا هاواییه یعنی الان تنها عامل سعادت و خوشبختی شد آناناس تو یخچال می تابوت عهد این هندیا خاکستر پدر سوخته که گم کنن اینجوری نمیگن ما بدبخت شدیم یه اختلاف دیگه که من با کاکام دارم اختلاف سطح با کلاسی من و کاکام از نظر با کلاسی اختلاف طبقاتی داریم کاکام یه تو نمایشگاه ماشین کار میکنه ماشین های خارجی و ماشینی که مسئول فروشش هست و برمی داره میاد خونه یه بار میخواست یه تولدی چیزی بره یه ماشین خارجی یه مشکی جدید آورد بعد خودشم شروع کرد لباساش رو ست کردم. پیرن مشکی کرابات مشکی کمربند مشکی شلوار مشکی جوراب مشکی حتی موهاش هم یه کاری کرده بود مشکی تر شده بود بعد با یه چوسی خاصی سوار این ماشین شد یه عکسی هم گذاشت تو پروفایلش و رفت من با یه حرکت خیلی حال کردم خیلی حال کردم خیلی ولی هیچ وقت انجامش ندادم نکی نخواستم نه نکی نتونستم نخواستم چون من یه پراید سبز دور رنگ دارم اگه من بخوام با, با, ماشینم خودم رو ست کنم میشم شبیه خیار او هم نه خیار مجلسی خیار سالادی او هم نه خیار سالادی خوبه از او درجه دوها که اون زیر سبده میزنند خیاره رو که نگاش میکنی انقدر خط خطیه انگار جوونیاش جرب و چاقو میکرده الان دیگه پیر شده فقط میتونه فوش بده مرسی